درود، من اکپنگ کسر هستم در واشنگتن دی سی. با برنامه دیگر از مجموعه ایرانیستاز با شما هستیم. امروز قرار بود که با میزگردی در خدمت شما باشیم. میزگرد سر جاش هست، اما دو نفر در کنارش نشستند. امیرحسین اعتمادی از سایت تقاطع میزبان شاهزاده رضا پهلوی است. در این برنامه و قسمت دوم این گفتگو که در هفته آینده خواهید دید، سوال‌های زیادی مطرح شده. سوال‌هایی که هم امیرحسین مطرح می‌کنه و هم خوانندگان تقاطع از شاهزاده می‌پرسند. شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من و تقاطع گذاشتین. شما در هفته‌های اخیر مصاحبه‌های متعددی انجام دادین با رسانه‌های مختلف، فاکس نیوز، رسانه‌های منطقه، و در این حال فعالیت‌هاتون افزایش پیدا کرده. می‌خواستم برای اولین سوال ببینم که این افزایش فعالیت دلیل خاصی داره؟ می‌دونم در چند روز اخیر دیدارهایی در کنگره آمریکا داشتین با سناتورها و کنگرسمن آمریکایی. توضیح در مورد دیدارهاتون اگه بدین ممنون می‌شم. اولا تشکر بکنم از این فرصتی که به من میدید که از این طریق بتونم با همیهنانم یه صحبتی داشته باشم و با دوستانی که در این رسانه فعال هستید. خب فعالیت های من 38 سال موجود هستن. بعضی شاید کمتر رویت بشه برای اینکه جنبه رسانه‌ای پیدا نمی‌کنه، بعضی جنبه رسانه‌ای پیدا می‌کنه و شاید این تصور رو ایجاد بکنه که مثلا فرض کنید فعالیت بیشتر و یا کمتر شده با بود و نبودش. من به شکل دائمی فعالیت ها رو مکرر کردم. البته شرایطی هم پیش میاد که مسلما از اون موقعیت میتوان استفاده بیشتری کرد. وقتی که توجه جهانیان بیشتر معطوف میشه به یه مشکل منطقه و نهایتا علل خصوص مملکت خودمون، خب طبیعی است که طالب اطلاعات بیشتری هستن. حالا چه فرض بفرمایید نماینده مجلس باشن یا خود رسانه‌های بین‌المللی باشن، و خب از این فرصت طبیعتاً استفاده می‌کنم. چرا؟ چون فکر کنم یکی از وظایف اصلی من این هستش که بتونم صدای همیهنانم رو به جهانیان برسونم، و نه اینکه فقط صداش رو برسونم که دغدغه‌هاشون رو با جهانیان در میون بگذارم، بلکه انتظاراتشون رو از کشورهایی که میتوانند در جهت حمایت از خواسته های مردم ایران، در جهت کسب آزادیشون و اهداف نهایی که دارن، بتونیم پشتیبانی های لازم رو به دست بیاریم. نمونهش همین دیروز که در کنگره آمریکا بودم و چند جلسه متعدد داشتم و در اصل راجع به همین مسئله صحبت میشه که ما چگونه میتوانیم، البته در یک فرمولی که نهایتاً تقویت خود مردم و جامعه مدنی کشور ما هست، همچنان در قالب همون حرکت های نافرمانی مدنی و حمایت جهانی برای اون، در مقابل سایر سناریوهایی که گهگاهی شنیده میشه که ممکنه جنبه تهاجمی پیدا کنه یا چیز دیگر که به هیچ عنوان صلاح هیچکی نیست و یک سناریو بازنده بازنده است، روی این مسائل تاکید میشه. و خب در کوتاه بکنم، اساسا از تمام این موقعیت ها استفاده میکنم. بنابراین بعضی وقتا دست خودم نیست که شرایط آیا وفق مراد هست یا نه، ولی وقتی هست خب طبیعتا حد اکثر استفاده رو هست. تو که متأسفم شما الان شرایط رو بر وفق مراد میتونید، هم با توجه به اتفاقی که در داخل میفته. چون میدونیم که این هفته اخیر با وجود اینکه آقای روحانی به هر دوباره انتخاب شده، ولی همچنان اعتراض ها خیلی زیاده. اعتراض کارگران رو داریم، تحصان کارگران هستش، کسانی که مال باخته هستن، به هر حال اعتراض ها زیاده. فکر مثل این که شرایط حداقل در ظرف فضای داخلی فراهم، از هم از نظر جو داخلی، هم از نظر آسیب پذیری نظام به طور کلی و یک سری علائمش که در گفته های مسئولین در سطح ارشد مملکت کاملا واضحه که این علامتی از ثبات یا راحتی خیال نیست. مثلا در ارتباط با انتخابات، اگه بشه اسمشو گذاشت انتخابات، این هستش که شما اگر یک نظامی هستید که ادعا میکنید که رأی اکثریت جامعه رو دارید، پس چرا هراس دارید از برگزاری انتخابات آزاد؟ مشکلتون کجاست؟ مردم خوب میدونن، حالا چه دستی که رأی ندادن، چه اونهایی که مجبور شدن رأی بدن، چه اونهایی که واسه انتخاب میانه بد و بدتر معروف رو میکردن. ولی بعد از گذشت نزدیک 39 سال، آیا تا به حال یه همچین حکومتی
اگه ثمرات مثبتی داشت جا نیفتاده بود که بخواد فضا رو و جو و امنیتی بکنه، یا دستور به قول معروف آتش اصطلاحش چی بود؟ آتش بی اختیار بده و اینجور مسائل. بگذاریم از مسائل اقتصادی، مشکلات مردم که از صبح تا شب سر و کارم با همین مسائل، وقت که به روز با خیلی از همیهنان هم مستقیما صحبت میکنم، گروه های مختلف، جوون، پیر، از در منطقه، در شهرستان ها، از دغدغه هاشون، گرفتاری هاشون، مشکلاتشون، فکر میکنم برای کسی شکی باقی نیست که آیا اصلا میتوان به کوچکترین مطالبات به حق اجتماعی تحت لوای چنین نظامی رسید که اون سرمایه هم که مملکت داره هزینه جاهای دیگه میشه تا صرف مردم مملکت. در واقع نظریه داره میره رو یک جهت چاره‌جویی اساسی تر و فکر کنم این مسئله‌ای است که باهاش مواجه هستیم، علی‌رغم تلاش‌های مذبوحانه رژیم برای همه صحنه‌سازی‌هاش و داستان‌سرایی‌هاش. از طرف دیگر جو منطقه رو شما نگاه بکنید، این اولین باری است در لااقل 3-4 دهه گذشته که کشورهای کلیدی منطقه یک دید مشترک دارند نسبت به اوضاع منطقه و عامل اصلی این بی‌ثباتی و تهدیداتی که در منطقه هستش، که اساسش برمیگرده به عملکرد جمهوری اسلامی از بد به وجودش و نتیجه این رادیکالیزم مذهبی و تروریسم که پایه‌گذار اصلیش خود خمینی بود، که آخرش می‌رسیم به زمینه که این وضعیت داعش و یه مقابله سنی در مقابل این حرکت به اصطلاح شیعه به وجود اومده. و در واقع این جنگ شیعه سنی یه چیزی نیست که مردمان منطقه دنبالش بودن، این نتیجه حکومتی است که اصلا این وضعیت رو به وجود آورده. خب این نگاه منطقه است. بقیه دنیا، ناامنیتی که الان وجود داره، مسائل مهاجرینی که مجبورن ترک بکنن مناطق، حالا چه ایران باشه، چه سوریه باشه، چه جای دیگه، در کشورهایی که اشباع شدن از نظر جذب این به اصطلاح مهاجرین، اروپا دیگه نمیتونه چشمش رو مسئله ببنده، مشکلات عظیمی با مشکل ایدولوژی مذهبی هم دارن پیدا میکنن به علت همین مهاجرینی که از اون مناطق میاد، امریکا که جای خود داره. بنابراین نگاه ها دیگه داره برمیگرده روی یک راه حل اساسی تر. در مورد امریکا علی الخصوص اگه بخوایم بگیم، ایراد اصلی که من به سیاستگزاران این مملکت گرفتم و باهاشون در میون میگذارم این هستش که در تمام این دوران از عهد پرزیدنت ریگن بگیریم تا امروز، فرقی نمیکنه حالا یه جمهوری خواه تو کاخ سفید باشه یا یک دموکرات، اصولا دو برخورد داشتن از نظر سیاست خارجیشون نسبت به ایران که هیچ کدوم جواب نداده، یا رفتن دنبال یه نوع لاس زدن و مذاکره کردن، یا در جهت یک نوع محدود کردن و به قول معروف ایزوله کردن، هیچ کدوم از اینا جوابگو نبوده به عنوان یک سیاست، غافل از اینکه این وسط سر مردم ایران از همه بیشتر بیکلاه مونده. حال تمام بحث رو باز ببریم روی فرایند یک تغییر واقعی و نهایی که فکر میکنم اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیدن که تا اساس نظام از بین نره هیچ کدوم از آرزوها و اهداف و مطالباتی که داریم به عنوان یک ملت برآورده نخواهد شد، و دنیا نیز باید اینو درک بکنه که تا زمانی که چین حکومتی سر کار هست هیچ کدوم از مشکلات منطقه از بین نخواهد رفت، ولی نهایتاً بایستی راه تغییر رو به دست خود مردم ایران فراهم بکنیم. و اینجاست که تعجب آور هستش که هیچ کدوم از این سیاست‌ها رو خود مردم ایران تا به حال به عنوان یک عامل اصلی حساب نکردن، همیشه سعی کردن رو عملکرد خودشون حساب بکنن. شما نشونه‌هایی رو می‌بینی که در دولت جدید آمریکا تغییر سیاستی بشه به نفع مردم ایران در راستای قدرتمندتر کردن مردم ایران؟ باید دید، ولی خب به همین دلیل هستش که الان دارم این نوع صحبت ها رو می کنم که شاید این ادمنستریشن جدید برخلاف آنچه پیشینیانشون انجام دادن روش جدیدی رو اتخاذ بکنن. ببینید ما دیگه وقت بیش از این نداریم که تلف بکنیم، مردم ایران بیش از این نمیتونن تداوم این وضعیت رو تحمل بکنن، ما نمیتونیم یک نسل دیگری از مملکتمون رو فدا بکنیم به خاطر هیچی. البته هزینه ای هم باز بابت این تغییر پرداخت، من همیشه هدفم این بوده که با کمترین هزینه ممکن این تغییر به وجود بیاد، ولی این هزینه نهایتا باز به دست مردم ایران انجام بشه، باز یه مقدار مسئولیت پذیر بشن و خواسته هاشون رو و حقشون رو بگیرن، چون حق دادنی نیست، گرفتنی است. علائم این خواسته و این عملکرد رو اگه جهانیان بهتر درک بکنن و باور بکنن که مردم دیگه فقط به کمترین مطالبات تن نمیدن، مطالبات حداقلی ما رو به هیچ جا نخواهد رسوند،
بایستی شروع کنیم مطالباتمون رو بیشتر بکنیم. با این جدیت دنیا اون وقت میفهمه که واقعا شرایط برای یک تغییر بنیادی در ایران آماده است و احتمال حمایت خیلی بیشتر و جدیتر و مستقیمتر رو بیشتر خواهیم تونست انتظار داشته باشیم یا حتی مشاهده بکنیم. تمام این اتفاقات باید بیفته تا از این وضعیت موجود در بیان. تمام این سناریوها یه مقدار بار کار به دوش مردم ایران در داخل هست، فعالین که خارج از کشور هستن، کارهایی که در بخشی خود من مستقیما داخل هستم و این مجموعه این تلاش ها هستش که باعث خواهد شد که یک تغییر اساسی پیش بیاد در فرآیندی که باش رو خواهیم بود در ماها و ماهایی که در پیش خواهیم داشت. شما در روزهای اخیر به ویژه من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال شدین، در اینستاگرام فعال هستین، در تهران فعال هستین. اول اینکه خودتون به مستقیم ارتباط دارین با مخاطبانتون، با طرفدارانتون؟ در حدی که امکان پذیر هست از وقت اجازه میده. من شده که خیلی از دوستانی که مثلا فرض کنین برای من یه پیغام دایرکت گذاشتن تو یکی از پیجام، مثلا باشون تماس گرفتم، بعضیشون رو با واتساپ صحبت کردم، بعضیشون از طریق اسکایپ صحبت کردم، بعضیشون هم به شکل پیامک تبادل اطلاعات نظر میکنیم. خب خوشبختانه تکنولوژی امروز این وسیله رو فراهم میکنه. خود شما و دوستان بهتر میدونن که چقدر سایت ها فیلتر میشه، فیسبوک فیلتر میشه، چی فیلتر نمیشه. یه بازی همیشه موش و گربه است که بین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم که سعی میکنه این ارتباطات رو محدود بکنه، ولی راههای دیگه‌ای رو باز پیدا کرد. بنابراین از تمام این پلتفرم‌ها واسه از نظر یک وسیله ارتباطی استفاده کرد و خب فکر کنم الان دیگه راحت‌ترینش و شاید امن‌ترینش بخصوص برای همینان میکنم که در داخل کشور هستن، بیشتر الان رو همین پلتفرم‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام هستش. و خب طبیعتا من هم سعی میکنم از این طریق ارتباطات وسیع‌تری رو با همینانم هم داشته باشم به عنوان که بتونیم یه تبادل اطلاعات و نظر داشته باشیم. فکر می‌کنید این راه تکنولوژی همین تلگرام اینستاگرام یه آلترناتیوی باشه برای رسانه‌های سنتی که به هر حال از قدیم بودن؟ احتمالاً. البته خب نمیشه به طور کلی مثلا فرض کنید تلویزیون‌های ماهواره‌ای رو تعطیل کرد، در حالی که زیادی هم از اون طریق اطلاعات می‌گیرن. مقصودی هستش که از تمام لوازم ممکن و موجود که تکنولوژی فراهم می‌کنه باید بتوان استفاده کرد برای رساندن پیام‌ها. البته امیدوارم دو طرفه باشه و بنابراین این کاری که لااقل پلتفرم هایی که شما میتونید روی یک تلفن دستی یا همراه داشته باشید یه رابطه خیلی مستقیم تر در سطح یک فرد ایجاد میکنه که خیلی امتر و خیلی خصوصی تر هستش و کمتر قابل رصد یا قابل کشف هستش. تا فرض بکنید یک کسی که بخواد از طریق اینترنت وصل بشه یا بخواد فرض کنید از طریق ایمیل پیام بده، چون از نظر امنیتی خیلی خطرش بالاتره تا استفاده فرض بکنید از این پلتفرم هایی که گفتم. به شکل طبیعی خب میبینیم بیشتر فعالین به خصوص که میخوان یه فعالیت مستقیم تر داشته باشن اغلب از همین پلتفرم ها استفاده میکنن و از این طریق با هم ارتباط دارن. من جمله با خودم من یه سوال در مورد بازم شرایط حال ایران میخوام بپرسم و از این یه پلی بزنم به آینده. ببینید تو همین هفته های اخیر، شاید همین یک هفته اخیر، ما مسئله لغو سند 2030 رو شمه سند آموزشی بوده که مال یونسکو و موقع انتخابات خیلی برسرش بحث شد و آقای خامنه‌ای مخالفت کرد و دیروز یا پریروز هم آقای روحانی خودش امضای لغو شد. باز در روزهای گذشته مسابقات ورزشی داشتیم که زنان بازم نتونستن وارد استادیوم بشن. یا خبری اومده که ستادهای امر به معروف و نهی از منکر دارن شروع میشه اعزامشون به ادارات و سازمان ها برای این که از حجاب خانم و از پوشششون بازرسی کنن. ما همه اینا رو که در کنار هم میذاریم، اینو هنوز یک هفته یا یک ماه از انتخاب در همون به اصطلاح انتخاب آقای روحانی نگذشته که خیلی از وعده‌های اصلی که در همون دوران کمپین های انتخاباتش داده بود همین امروز نقض شده و خودش هم امضای نقضش رو داره در واقع پای اونها امضا میکنه. میخوام بدونم که به نظر شما کی این ناامیدی مردم نسبت به همین آقای روحانی و به اصطلاح اصلاح طلب و در ایران به اون حد نهاییش میرسه؟ یعنی چه زمان مردم کاملا دیگه ناامید میشن از وعده های اصلاحی ایشون؟ من فکر کنم اکثریت مردم به این مرحله درک رسیدن. مشکل ناامیدیشون به این نظام نیست، مشکلشون باور به اینکه آلترناتیوی هست
و کی شکل میگیره یا چه جوری باید شکل بگیره و یا بهتر بفهمن که در ایجادش چه نقشی میتونن داشته باشن هستش که کمتر راجع بهش صحبت شده. من خوشحالم که این سوالو مطرح میکنین، چون واقعا یکی از دغدغه‌های آنی همگی ما که در جهت آزادی کشورمون تلاش میکنیم و فکر میکنم به عنوان یک ایرانی که یک باور به یک آلترناتیو سکولار دموکرات دارم، یعنی نهایتا من همیشه باور داشتم و دارم که ما باید برسیم به مرحله‌ای که حکومتی داشته باشیم بر مبنای یک نظام دموکراتیک سکولار پارلمانی. وقتی میگم سکولار یعنی جدایی کامل دین از حکومت، وگرنه اصلا دموکراسی غیر قابل انجامه. چگونه به اون رسیدن دقیقا بحثی است که الان بایستی شروع بشه که جدی پیگیری بشه توسط همه، که اصلا نقش هر فردی در جامعه چیه، ما چگونه میتوانیم برای حرکت مدنی زمانی که فرض بفرمایید جریانات سیاسی که به هیچ عنوانی نمیتونن در داخل ایران شکل بگیرن در شرایط فعلی، راه‌های دیگه‌ای پیدا بکنیم که لااقل در بخش‌های صنفی جامعه رهبری هایی به وجود بیاد برای هدایت جامعه جهت این حرکت مقاومت کلی در مقابل این نظام. واقعا باعث این مسائل رو بیشتر راجبش بحث کنیم، چجوری میتونیم انجام بدیم جامعه از این حالت بلا تکلیفی یا پاسیو که منتظرشن یک جزء معجزه آسا یک دستی از آسمون بیاد و یک ناجی بیاد نجاتشون بده، واقعا پی ببرن به مسئولیتی که دارن به عنوان یک شهروند که چه باید بکنن و رو این فرایند بتونیم فوکس بکنیم. این در مقایسه با وضعیتیش که نباید تعجب بکنیم که شما اگه گورباچف هم بودی و میخواستی پرسترویکا و گلاسنوست رو انجام بدی، تا زمانی که اون سیستم شوروی بود به هیچ نتیجه نمیرسید، ولی چند تا اتفاق افتاد که بالاخره به اونجا رسید. یکی به نوعی بالاخره اون نظام از درون فروپاشی شد و یه مقدار زیادی فشار بین‌المللی در این رابطه بود و البته نقش خیلی از فعالینی که تو خود مثلا روسیه بودن. این وضعیت الان در ایران مهیا هست، با این تفاوت که نظام بسیار سرکوبگره و بنابراین نمیشه مردم رو به شکل زودرس دعوت کرد به یک حرکت‌های خیابونی، ولی به مقایسه همیشه رو گفتم که شما میتونید با کمکاری، با سرپیچی از دستور، با سرکار نرفتن، با اعتصاب بیشترین فشار با کمترین هزینه رو به رژیم بیارید. شما فردا بخواد بیاد تو خیابون، خودی بسیجی میاد میگیرتت میزنه تو سر از بینت میبره، ولی کسی هم تو به زور بیاد تو خونت میگه تو خونت چرا نشستی چرا نمیری سر کار. یه راههای زیادی هست که شروع کنیم مقاومت ها رو که رو خود این نظام و وادار کردنش به عقب نشینی بیشتر انجام بدیم. من البته خیلی تلگرافی دارم به تو میگم، کلی روی مسئله میشه برنامه‌ریزی و استراتژی داشت، ولی مهم اینه که از این حالت یأس و از این حالتی که خب تا کی باید صبر بکنیم در بیام، میگیم خب این گوینه میدان چه میتونیم بکنیم در این چنین شرایط، و انواع اقسام راهکارها در بیشتر این همایش‌های مدنی رو در دنیا میتونیم سراغ داشته باشیم که به نوعی میتوانن تکنیک‌ها و استراتژی کار انجام بدن. تکنیک‌ها چجوری باید به اطلاع مردم برسه؟ از همین رسانه‌ها، از طریق رسانه‌ای. بالاخره فرض بکنید مثلا یه نمونه‌ش رو بهتون بگم، یه جریان بود تقریبا دو دهه پیش به اسم فرض کنید آتپور که همون حرکت بود و مقابل سربستان و این حرفا، به عنوان یه نمونه بهتون میگم. خب چگونه این مسئله آرایش دادن یا ترتیب دادن، یا حتی در بهار عرب چجوری اومدن یه دز مسیحا رو در واقع آموزش دادن و تعلیمات دادن که چیکار بکنن. البته مشکلی نبود که چجوری یه حکومت رو بیارن پایین، مشکل بود که نمیستن چی جایگزینش بکنن. اون که بحث سلایده است که فاین مهمه، که ما فقط دنبال این نیستیم که این نظام عوض بشه، باز دقیقا بدونیم چجوری قوه جایگزینیش هم بتونیم فراهم بکنیم، اون خودش یه بحث جداست. ولی برگردم به اصل سوالتون، ببینید شما نمیتونید حتی کسانی که در همین حکومت و حاکمیت هستن تا زمانی که یک رهبریت مطلق هستش، تا موقعی که مبنای این حکومت یک ایدولوژی تمامیت خواهیست که میگه همینه که هست، اصلا یک فلسفه ای هستش که مردم اصلا فکر نکنن، اصلا مسئله فکر کردن رو بخوان در جامعه از بین ببرن، چطور انتظار دارید که از تو این بتونه جوابی که در جهت خواسته و مطالبات مردم باشه، حالا چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی یا هر چیز دیگر. بنابراین جوابی براش ندارن، فقط اکتفا میکنن به همین نمایش های هر چهار سال یک دفعه و همین گزینه هایی که حالا از ترس یک لولو بیان یک کس دیگر رو معرفی کنن که شاید این لااقل
جلو بدتره رو بگیره. همین بازی که از زمان گذشته داشت فرمانی مدنی یک چیزی که خیلی علاقه یکی از این ترمایی که خیلی جمهوری اسلامی و اون پردستگاه پروپاگانداش خیلی روش تبلیغ می‌کنه مسئله سوریه شدن ایران، یعنی مردم رو میترسونن از اینکه من اعتراض‌های شما ممکنه یک پارچگی ایران رو به هم بزنه، ایران رو به هرج و مرج بکشونه، امنیت شما رو به خطر بندازه و در واقع از اون کلمه سوریه شدن استفاده میکنه. اتفاقا درست عکسشه. ببینید قبل از سر کار اومدن این حکومت، لاغت اونجا که من خاطر دارم، جوون بودم، تینیجر بودم به قول معروف، 13 14 15 سال، واقعا صحبت تیم ملی بود که خوشبختانه اضافه شدن اینا. نه برای که دلیلی که تیم ملی فوتبال ایران رو میخوام براتون مثال بزنم به خاطر اینکه خب من این وقت رو داشتم که از نزدیک با بازیکنان تیم ملی سر و کار داشته باشم، همیشه به مسابقاتشون میرفتم. دوستانی که سن بالاتری دارن اینو حتما یادشون میاد، ویدئوی ازتون هم هست اتفاقا خیلی. ولی میخوام اینو بگم که اون زمان ما همه گونه افراد تو تیم ملیمون بود، از خوزستانی داشتیم تا شمالیش داشتیم تا آذریش داشتیم تا نمیدونم کردش داشتیم، توش مسیحی داشتیم، زرتشتی داشتیم، مسلمون داشتیم، کلمی داشتیم، ولی تیم ملی ایران بود. اصلا ما همدیگر رو به چشم یک ملت یک پارچه میدیدیم. اصلا موضوعی نبود که همه رو با انگشتشون بدن که اینی کی کرده، اینی کی آذریه، اینی کی بلوچه، اینی کی سنیه، اینی کی شیعه، از این حرفا نبود. این حکومت باعث شده که این نوع طبقه بندی ها رو به وجود بیاره، این نظام باعث شده که وضعیت سوریه به وجود بیاد. حالا این نظام با کمال گستاخی، با کمال پررویی میخواد بگه که ما باعث اتحاد مملکت خواهیم بود، اگه ما نباشیم مملکت ازم میپاشه، باعث و بانی این همه گرفتاری شما این. نه من اگه این نظام حکومت ادامه پیدا کنه احتمال سوریه شدن ایران بیشتره، چیزی که من میفهمم. من میگم که با از بین رفتن این حکومت جلوی سوریه شدن ایران گرفته خواهد شد. اصل اینجاست. و اصلا یه مقایسه دیگه بکنم براتون. ببینید ایران یه کشوری است که یه قدمت هزار سال داره. حداقل برگردیم تا زمان عهد کوروش کبیر. فراتر هم نخواهیم بریم. 25 قرن تاریخ این مملکت که در کل و در مجموع حتی زمانی که امپراتوری وسیعی بود، ولی یه کشوری بود که یک همزیستی اجتماعی بین جریانات مختلف قومی، ایلی، مذهبی برای قرنها بود به شکل طبیعی، تا رسیدیم به عهد معاصر که نقشه ایران از جغرافیایی خب تحلیل رفت تا برسیم به مرزهای امروزی کشور، لاغر بگیم در این 150 سال گذشته. حالا خب در همسایگیمون کشورهایی بودن که تا یه قرن پیش اصلا وجود خارجی نداشتن. اینا کشورهایی هستن که به شکل مصنوعی پس از جنگ جهانی اول توسط چند دیپلمات اروپایی ترسیم شدن رو نقشه جغرافیای منطقه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی که عراق و سوریه جز بشه. نمیشه با ایران مقایسه کرد، غیر قابل مقایسه است. ولی ادامه این عملکرد نژاد، برخوردش با اقلیت‌های مذهبی، برخوردش با اقوام مختلف که این جو رو ایجاد کرده و این بی‌عدالتی‌ها و این ظلم رو به وجود آورده هستش که یه ده مثلا شاید میگن که نکنه خطر تجزیه برای ایران هست و میتونه ادامه پیدا کنه. نه، با از بین رفتن این نظام، با ادامه این نظام، اینجاست که نبایستی گول این پوپولیزم و ادعای به یک سری مسائل ناسیونالیستی که این رژیم مطرح میکنه رو بذاریم تو اون ستون آنچه که این نظام قادر انجامش هست. تا درود دیگر، بدرود.